اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار، ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى، قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سروران عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم خوشحال هستیم که در خدمت شما برادران و خواهران گران قدر قرار داریم که برنامه ای از برنامه های عقیده در پرتو قرآن و سنت خدمتتان تقدیم بکنیم. دوستان عزیز، موضوع امروز عقیده توحید در عبادات بدنی می باشه و قبلا ما و شما توحید در عبادات قلبی و اقسامش فهمیدیم، توحید در عبادات زبانی و اقسامش هم فهمیدیم و آل نوبت میرسه به توحید در عبادات بدنی. طبعا تعریف از این توحیدی است که افراد الله بالعباده، یگانگی الله سبحانه در عبادت است، که این توحید مربوط به اعضای بدن انسان میشه. پس ما وقتی خالق متعال عبادت میکنیم با تمامی اعضای بدن خود باید موحد و یکتا پرست باشیم. به این خاطر در عبادت های بدنی اول قیام هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه وقومو لله قانتین، سوره بقره آیت 238. پس وقت انسان مسلمان قیام به بارگاه الله میکنه و قیام وقت عبادت گفته میشه که در او شرایط عبادت باشه، خوف، رجا و ذلت. یعنی اگر یک کسی در مقابل یک کسی استاد میشه و خود در مقابل از او ذلیل میسازه و از او میترسه و به او امیدواری داره، امیدی چیز را میکنه، پس وقت ذلت، خوف و رجا در قیام در استاد شدن یک جای شدن، این قیام عبادت میباشه. و از دیدگاه عقیده توحید اینمی قیام عبادت باید فقط به بارگاه خالق متعال سبحانه و تعالی انجام داده شوند و بغیر از الله به هیچ مخلوق قیام نمی کنیم که در او صفات چی باشن؟ صفات عبادت باشن. و قسم دیگه از قیام، قیام است که به شکل طبیعی هست که در بین از او مثلا ذلت و خوف و رجا نیست، پس انسان استاد میشه در چی؟ در مقابل یک مخلوق انسان استاد میشه. بنابراین او قیامی که در اونجا عادتاً برای کارهای روزمره انسان استاد میشه، پس این شامل قیام عبادت نمیشه. دومی قسم از اقسام عبادات چی هستن؟ از عبادت‌های بدنی انحناء هست. انحناء به معنای کج نمودن است. وقتی ما و شما در هندسه میخوانیم یکی خط مستقیم است که تو خط راست میباشه و یکی خط دیگه است که او را منحنی میگن. خط منحنی که گاهی مثلا از مستقیم کج میشه، ایره منحنی میگن. و انسان مسلمان موحد یکتا پرست که است، انحنا فقط برای الله میکنه، یعنی به شکل خود خم میسازه، که گاهی انحنا به شکل سرخم کردن میباشه که سرخم میکنه، گاهی انحنا به شکل رکوع میباشه که ما در مقابل الله میگیم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یک زاویه قائمه جور میشه، ولو که زاویه منفرجه شوه یا قائمه شوه یا زاویه حاده شوه که بسیار پایین شوه، به شکل سجده انسان مثلا سر خدا به سجده میگذاره، کل از اینا انحنا گفته میشن. و
چون انحنای توحیدی همی است که انسان مسلمان فقط به بارگاه الله سبحانه و تعالی سر خود چی میکنه؟ پایین میکنه. و وقتی از در حدیث شریف میخوانیم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شد که وقتی یک کسی یک دوست خدا ملاقات میکنه، پرسان کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم که وقتی ما ملاقات میکنیم با یک دوست خود، اینحنی لهو، آیا بر از خدا منحنی بسازه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که قال لا، بر از خدا منحنی نسازه. پس این انحنای چی است؟ این انحنای حرام است. یعنی ما انحنای توحیدی داریم، انحنایی است که انسان مسلمان به شکل رکوع و یا سجده و یا سرخم نمودن تمام از این در مقابل خالق یکتا میکنه. البته خود انسان که خود منحنی میسازه، در اینجا اگر در قلبش به خاطر ذلت که خدا در مقابل جانب مقابل خدا ذلیل میسازه، یعنی ما در مقابل الله سبحانه و تعالی خدا ذلیل میسازیم، خدا پایین میکنیم، واسه بهترین جای ما که مثلا جای سجده هست ایره به زمین میگذاریم. و چرا این کار را میکنیم؟ به خاطر از این که ما از الله امید داریم، امید مغفرت داریم، امید بخشایش داریم و از الله و از عدالت الهی میترسیم. وقتی از الله میترسیم، پس انسان مسلمان با محبت، با خوف و با رجا به بارگاه الله انحنا میکنه. خواه سر خدا عادی خم بکنه، خواه به شکل رکوع باشه، خواه به شکل سجده باشه. و این انحنای توحیدی هست که انسان‌های مؤمن موحد تنها به الله خدا منحنی میسازن. یک قسم انحنای است که به شکل روزمره، کارهای روزمره انجام داده میشه. وقتی من قلمم به زمین افتاد، خدا پایین میکنم و قلم خدا میبردارم، خدا به قلم ذلیل نمیسازم. و از این قلمی که من این از زمین برداشتیم کدام تقاضایی ندارم، خوف هم ندارم و از این کدام رجای هم ندارم. بس این پایین شدن به خاطر گرفتن یک چیز در صورتی که شرایط عبادت در اون نمی باشه، این انحنای طبیعی هست که طبیعتا انسان سر خود پایین میکنه و در این کدام چیز مشکلی وجود نداره. یکی انحنای حرام است که کسی سر خود به خاطر تعظیم انسان یا یک مخلوق سر خود پایین میکنه. البته ما و شما باید این فرقش بفهمیم که ما مسلمان ها وقتی انحنا میکنیم یا رکوع میکنیم یا سجده میکنیم، در عقیده توحید اسلامی بعضی از دوستا اشتباهشان در یک نقطه پیدا میشه که اونا سجده آدم علیه السلام وقتی میبینن که الله برای آدم علیه السلام گفت که شما برای ملائکه گفتن که برای آدم علیه السلام سجده بکنن، و یا ای که برادران یوسف علیه السلام و یا یعقوب علیه السلام سجده برای یوسف میکنن، اینجا دو نقطه هست که باید ما و شما رو در نظر بگیریم تا در این مشکل انحنا و رکوع سجده قرار نگیریم. اولی که در امتهای قبلی دو قسم سجده بود، یکی سجده احترام بود و یکی سجده عبادت بود. سجده احترام که یک کسی برای یک کس دیگه به اساس احترام سجده میکرد، مثل برادران یوسف برای یوسف علیه السلام سجده احترام میکردن، چون اونا نمیگفتن که یوسف خالقشان است، بلکه بر از او احتراماً سجده میکردن. اینال در عقیده توحید اسلامی که است، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن، از سجده احترام منع کردن. پس در عقیده توحید اسلامی ما سجده احترام نداریم، سجده احترام ما نداریم، از ما سجده ما سجده عبادت است. چرا وقتی مردم یک تعداد از صحابه وقتی به طرف فارس رفته بودن و دیدن که اونا به امپراتور یا پادشاه خود سجده میکردن و گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا ما هم میتونیم وقتی که یک دوست خدا ملاقات میکنیم بر از او سجده بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که
اجازه نیست، لا گفتن، یعنی حرام است و ناروا هست، و خود شخص رسول الله هم سجده کردن برای خود اجازه ندادن، به خاطر از اینکه در عقیده توحید اسلامی سجده احترام چی هست؟ سجده احترام ای کاملا چی شده؟ منسوخ شده و در عقیده ما و شما در مطابق قرآن و سنت ما سجده و یا رکوع به خاطر احترام نداریم، تنها عبادت است. بنابراین وقتی که ملائکه برای آدم علیه السلام سجده احترام میکنن، امی که چی خوب است و چی زشت است او را خالق متعال تعیین میکنه. خالق متعال وقتی که امر کرد، هر امری که باشه امر خالق متعال خودش عبادت است. امر الله سبحانه وتعالی ای بود برای ملائکه که شما برای آدم علیه السلام سجده بکنین. پس وقتی اونا امر الله را در این راستا تطبیق کردن و ابلیس از امر الله سرپیچی کرد، در حقیقت بی‌ادبی برای الله کرد. آل الله برای ملائکه گفت شما برای آدم سجده بکنین، اما برای ما و شما پیغمبر ما که آمده هست و در آیات قرآن است که لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، شما به آفتاب یا مهتاب بر از اینا سجده نکنین، و نهی دلیل به حرمت است و حرمت اعتقادی بسیار خطرناک است اگر کسی مخالفت میکنه. و وقتی به رسول الله صلی الله علیه و آله گفته شد که سجده بکنین، بعد گفتن سجده نکنین، نه خیر، دوست خدا میبینه باید بر از او ینحنی له، نه تنها سجده نکنه، حتی خدا منحنی و کپ نکنه، یکمه که هم خدا بر از او پخش نکنه. از این خاطر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که با رسول الله صلی الله علیه و آله ملاقات میکردن، امرایش دست میدادن و سر خدا برش خم نمیکردن یا برش به شکل رکوع و سجده نمی رفتن. و رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث دیگه میگفت که اگر سجده اجازه می بود که ما برای مخلوق سجده بکنیم، یعنی ببینید اگر میگه اجازه می بود، پس ما برای خانم ها میگفتم که برای شوهرایشان سجده احترام بکنن، اما نیست، همین چیز نیست در عقیده توحید اسلامی و برای امت اسلام سجده و یا تعظیم احترام نیست. بنابراین برای خانم ها این چیز را رسول الله هم امر نکرده که برای شوهر خود سجده بکنن، یعنی گفتن اگر می بود مثل که در امت های قبلی بود. پس در امت در عقیده توحید قرآن و سنت که است سجده احترام نیست. بنابراین وقتی که برادرای یوسف علیه السلام برای یوسف علیه السلام سجده احترام میکنن، او در شریعت از اونا اجازه بود، اما در شریعت ما اجازه نیست. از این خاطر نباید ما خلط بکنیم. وقتی قرآن عظیم شان آمد، تمامی شرایع قبلی رو چی کردن؟ منسوخ قرار دادن. وقتی که اونا منسوخ شدن، بناً شریعتی که در قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ما مکلف هستیم که به می شریعت عمل بکنیم. و از این خاطر انحنای یا رکوع و یا سجده احترام در عقیده توحید اسلامی وجود ندارن، نیست، و ما حق نداریم که بخیزیم. یعنی ما وقتی که عبادت میکنیم به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم، هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم به غیر الله سجده و یا رکوع نکرده و اصحابش هم به غیر الله رکوع و سجده نکردن و آل بیتش هم به غیر الله به مخلوق رکوع و یا سجده نکردن. و به می خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لعن الله اليهود و النصارى، الله لعنت کرد بر یهود و نصارا. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. سر از اونا چرا لعنت شد؟ به خاطر از اینکه قبرهای پیغمبرهای خود سجدگاه قرار دادن. و این عقیده درست توحیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده که یعنی اگر من، چون رسول الله هم در آخرین مراحل زندگیشان که بعد از اینا وفات کردن، یکی از احادیثی که در آخر عمر خود گفتن امی هستن که رسول الله هم گفت که لعنت الله هست با کی؟ یعنی توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم امی بود که الله لعنت کرده بر یهود و نصارا. به خاطر چی برای یهود و نصارا لعنت کرده؟ به خاطر که اتخذوا گرفتن قبور انبیائهم، قبرهای پیغمبرهای خدا مساجد گرفتن، یعنی سجدگاه گرفتن، به قبر پیغمبر رکوع و سجده میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم این موضوع را بر ما گفت که ما به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم رکوع و سجده نکنیم. و دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همین بود که اللهم لا تجعل قبری وثنا، پروردگارا قبر ما را وثن نگردانی. که متاسفانه الحمدلله رسول الله صلی الله علیه و سلم قبرش محفوظ شده و وثن نگشته و
برعکس از او قبرهای دیگر را در دیگر مناطق اگر شما ببینید قبر به وثن مبدل شده. وثن چی هست؟ یعنی خود قبر به بت مبدل شده. همین قسم که بت پرستا پیش یک بت رکوع و سجده میکنن، به نام از او نظر میبرن، در گرد از او طواف میکنن، به او بت مجسمه تار رویزان میکنن و تار باز میگیرن، در گردن های خود میپرتن، در مقابل بت حیوان ذبح میکنن و خونش به پای های بت میرسانن، و یا پیش از مجسمه و بت میرن و دست دعا بلند میکنن و از او پسر و دختر میخواین. بسیاری از قبرها هستند که اون هم چی شدن؟ مثل بت‌ها پرستش میشن. پس اونا پیش از اون قبر میرن رکوع میکنن، پیش از اون قبر میرن سجده میکنن، به نام از اون نظر میگیرن، و یا مثلا تار بالای از اون قبر میگیرن و قطع میکنن، در گردن یا در دست اولادهای خود آویزان میکنن، یا در قبر مثلا چی هستن؟ دیگه حدیث رسول الله این قبر مرا ایدگاه نسازن، یا اونجا در قبرش مثلا ایدگاه جور میکنن، قالینا را فرش میکنن، غذا و اینی گپا را میخورن. پس اینجا مشکل پیدا میشه که چی هسته؟ که اونا کارهایی را که بت پرستا پیش بت میکنن، قبر پرستا پیش قبر میکنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد که پروردگارا قبر مرا مجسمه، یا قبر مرا مثل مجسمه نگردانی که مردم بیاین به قبر مرا رکوع بکنن و یا سجده بکنن. و الحمدلله که دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول شده، و در مقابل قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم این شرکیاتی که کس به قبر پیغمبر رکوع بکنه و یا سجده بکنه و یا در زیر قبر از او مثلا حیوانی را ذبح بکنه یا پرنده‌ای را ذبح بکنه و یا تار را در قبرش بگیره و یا از قبر بچه پسر یا دختر بخواه، اینا نیست. ولی متاسفانه افراطی که در دیگر قبرها شده، این مشکل پیدا کرده که مردم وصیت و نصیحت رسول الله صلی الله علیه و آله فراموش کردن و خدا در لعنت گرفتار میکنن. ببینین رسول الله میگه لعن الله اليهود و النصارى، الله لعنت کرد بالای یهود و نصارا. امی که الله لعنت میکنه بالای یهود و نصارا چی معنا میده؟ معنایش این است که یهود و نصارا اینا چی کردن؟ علتش خود رسول الله بیان میکنه، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، لعنت الله بر اجرا نازل شد. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا قبرهای پیغمبرای خدا سجدگاه قرار دادن. اینا وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونا بیان میکنن و ما موحد و یکتا پرست هستیم، پس ما در مقابل قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رکوع و سجده نمیکنیم و با هیچ انسان زنده و یا هیچ مخلوق مرده ما انحنا و رکوع و سجده نمیکنیم. از این خاطر چون رکوع عبادت است، ورکعوا مع الراکعین، شما رکوع بکنین به همراه رکوع کنندگان، و سجودو و سجده بکنین لله، به الله. پس رکوع عبادت است و سجده عبادت است، ما رکوع و سجده و انحنای خود خاص برای الله میکنیم به خاطر که الله برای ما امر کرده، یک امر اعتقادی هست. و سجود لله، سجده برای الله بکنین، امر است و امر در عقیده بسیار مهم است. ورکعوا مع الراکعین، شما رکوع بکنین. خود رکوع که از که ما میگیم سبحان ربی العظیم، پس عظمت الله سبحانه و تعالی را بیان میکنیم. یک انحنا، انحنای حرام کدام انحنا هست؟ او انحنای است که در چی میشه؟ در مقابل یک شخص به خاطر تعظیم از او میشه، بر از او تعظیم میشه، به خاطر احترام از او بر از او تعظیم میشه. انس رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که شخصی پرسید ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی از ما برادرش یا دوستش را میبیند، آیا برای او خم شود؟ عن انس رضی الله عنه قال جاء رجل، میگه یک شخص آمد، قال رجل، یک شخص گفت یا رسول الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الرجل منا یلقى اخاه او صديقه، یک کسی از ما ملاقات میکنه با برادرش یا با یک دوستش، این حنله، آیا بر از او انحنا بکنه؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا، نخیر، انحنا نکنه. قال افیلتزمه و یقبله، آیا او را در آغوش خود بگیره و بوسش بکنه؟ قال لا، گفت نخیر، بوسیدن هم در اسلام نیست، پس این کار را نکنه. قال فیأخذ بیده و یصافحه، دست به امرو از او بتا و مصافحه به امروشان بکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که قال نعم، بله. رواه ترمیزی و قال حدیث حسن، و گفتن که حدیث حسن است. به این اساس
پس در عقیده اسلامی تعظیم بر مخلوق نیست. اگر کسی تعظیم به خاطر تعظیم بر یک کس رکوع میکنه و یا سجده میکنه، این در عقیده اسلامی نیست، چون رکوع و سجده عبادت هستند. وقت اینا بر از اونا رکوع و سجده میکنن، در حقیقت عبادت از اونا را کردن و عبادت غیر الله شرک است. و مطلق انحنا اگر کسی سر خدا بر یک کس پایین میکنه، خم میکنه، اگر در او شرایط عبادت که او عبارت از ذلت است، خوف است، رجا است و محبت است، اگر این چهار چیز در او آمد که خدا مقابل از او ذلیل ساخت در مقابل یک مخلوق، و یا مثلا و در پالوی ازی که خدا ذلیل ساخت امید داشت و از او میترسید و از او خوف میکرد و رجا داشت و به امرای از او محبت میکنه، در این صورت ای انحنای از او به شرک مبدل میشه و شریک نمودن مخلوق در عبادت الله هست. اما اگر انحنا میکنه ولی در انحنای از او سر خدا پایین میکنه، اما در انحنای از او امو شرایط عبادت نیست، مثلا خوف و رجا از او نداره و مطلق تعظیم ای کار میکنه، این هم حرام است، به خاطر از اینکه بر مسلمان چون رسول الله هم گفته قال لا ینحنی له، قال لا، وقتی که رسول الله هم گفت لا این نص است، وقتی که پیغمبر نهی میکنه دلیل به حرمت از این کار میکنه و این کار بر از این حرام است. و انحنای عادی و طبیعی امی هست که انسان روزانه بر چیزهای ضرورت ها سر خود پایین میکنه و میگیره کتاب یا قلم یا چیز را میگیره زمین سر خود پایین میکنه، و این انحنای طبیعی است که او در عقیده کدام تاثیر نداره. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی بر ما شما توفیق نصیب بکنه که فقط به الله رکوع بکنیم، فقط به الله سجده بکنیم و فقط سر خود به بارگاه خالق متعال پایین بکنیم، و الله متعال توفیق عبادت صادقانه توحیدی را نصیب ما بکنه تا سعادت دنیا و آخرت نصیب ما شما. دوستان گرانقدر، این بود برنامه امروزی شما که خدمتتان تقدیم کردیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان قرار میگیریم، شما را به خالق یکتا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار، ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار، طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى، قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار، ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.